شماره 9، مهاجم نجات لوئیس سوارز. بیوگرافی: دنیای لوئیس سوارز دنیای عجیبی است، دنیایی که در آن خشونت دارد، گاز گرفتن بازیکنان حریف، توهین‌های نجات پرستانه به سیاه‌پوستان و البته عشق. داستان قهرمانی که آنقدر رو در روی مشکلات زندگیش جنگی تا دنیایش پر شد از زیبایی. سوارز بچه چهارم یک خانواده 9 نفره بود. در سن 7 سالگی او خانواده‌اش به امید یک زندگی بهتر از یک شهر کثیف کوچک به یک شهر بزرگتر نقل مکان می‌کنند. اما تنها چیزی که نصیب سوارز می‌شود جدایی پدر مادر او در 9 سالگی می‌باشد. سوارز در سن 13 سالگی از روی ناچار شروع کرد به جارو کشیدن خیابان‌ها. یک هفته خیابان‌های شهر را جارو می‌کردند و حقوقم فقط به اندازه‌ای بود که آخر هفته‌ها با سوفیا چند ساعتی در کافه بنشینیم و حرف بزنیم. چند وقتی گذشت و همون یک شنبه لعنتی که سوفیا گفت هفته بعدی وجود ندارد و او و خانواده از چند روز دیگر برای زندگی به بارسلونای اسپانیا مهاجرت خواهند کرد. سوفیا بعدها گفت که روز خداوازی تلخ‌ترین لحظه زندگیش بوده است. سوارز چند وقتی افسرده شده بود. 4 سال بعد از جدایی اونها سوارز به هلند رفت. اما سوفیا لحظه جداییش از لوئیس سوارز یه چیزی به اون گفت. گفت همه چیزت رو بگذار روی فوتبال. این لعنتی میتواند ما رو خوشبخت کنه و تونستش پس از 6 سال دوباره به سمت سوفیا بره و به 6 مهاجم برتر دنیا تبدیل بشه. سوارز الان توی تیم گرمیوی برزیل، لیگ دست دوی برزیل میشه که لیگ 1 ماتونسی، اما لوئیس سوارز داره همینجوری تقریبا توی هر بازی یه دونه گل میزنه و الان فکر کنم 7 8 بازی کرده 10 تا گل داده، 2 تا بازی گل داده. اما ما میخوایم سوارز رو نجات بدیم. توی این تیم کلا 3 تا بازیکن مطرح اومدن، یه دونه لوئیس سوارز، یه دونه رونالدینیو، یه دونه آرتور ملو، کلا 3 تا بازیکنی بودن که توی این تیم برجسته بودن. اما الان من باید برم لوئیس سوارز تمرین بدم. طبق اوورال و سنی که لوئیس سوارز داره که الان 35 سالشه و من خیلی دوستش دارم، تمرین میخوام بهش بدم. لوئیس سوارز ازش اصلا دفاع نمیخوام، شوت خیلی خوبی باید داشته باشه و همچنین سرعت لوئیس سوارز رو باید ببریم بالا به اضافه استقامتشو که من ترجیح میدم ازش دریبل بگیرم، استقامتشو تا آخر پر بکنم، استقامتو یه دونه میگیرم به شوتش میافزایم. اینجوری میخوام ببرمش جلو. و به اضافه اینکه باید بگم که آقا من کجا پا اصلا رابطه کجا راه نده، پست دلخواهتو بگو بهش، فقط بگو منو نوک بزا، جای دیگه اصلا درخواست نده، اس اس هم بازی نکن تو، اس اس شات نه اس اس رو بگو بازی کن، جای دیگه اصلا نرو بازی کن، با اینکه میتونی میگی چپ و راست بازی کنی اما نرو اونجا بازی کن. خیلی خب، اولین بازی در ورزشگاه خودمون ساعت 9 شب، لوئیس سوارز نمیشه که در ترکیب اصلی قرار داره. به اضافه اینکه اصلا من میگم لوئیس سوارز کجا گذاشته، ترکیب تیم لوئیس سوارز نوک قرار داره. ممنونم ازت. به به ورزشگاه رو شما ببین تو برزیل چه ورزشگاهی، الان من نمیدونم البته این ورزشگاه واسه خودشون یا نه، اما ما میخوایم لوئیس سوارز رو ببینیم. لوئیس سوارز شماره 9 داره توی این تیم احتمال زیاد. او کوپ های برزیل فکر کنم حذفیه یا اینکه کا مثلا سوپر کابینا. او توپو ببین، لوئیس سوارز یه ذره کارش سخته، نمیخوام اشتباهی که واسه اوزیل کردم و سوارز بکنم، اوزیل رو زرتی بردم تو رئال، این کارو نباید میکردم. بله لوئیس سوارز مشاهده میکنید این بچه رو دوست داشتن، ببین داداش گفتم اصلا نگران نباش من خودم. بعد شماره 9 دارم لوئیس سوارز، لوئیس سوارز بازی شروع میکنه. لوئیس سوارز پاس میده به هم تیمی چیره واسه گلزنی به خود سوارز، همونجا شوت، جونم گل، اولین گل دقیقه 11 حالا لوئیس سوارز با گذشته سختی که بر تو گذشته، من اصلا نمیدونستم چه بگو. اصلا ببین نجات بازیکن‌ها قشنگیش به همینه که ما اگه چیزی نفهمیم میفهمیم که بازیکنه چه سختی کشیده. یعنی مثلا من اوزیل رو اصلا نمیدونستم، اوزیل ترکیه‌ای بوده، یعنی هم ترکیه‌ای بوده هم آلمانی بوده، عمرن میدونستم من مهاجر نشین بوده. بزن سوارز. الان داستانی که دوم واسه میده لوئیس سوارز حرکت میکنه پشت مدافع، میتونه ازش پاس بندازن به لوئیس سوارز، استاپ میکنه توپو، پاس به هم تیمیش، میتونه گل بزنن و توی دروازه. 3 تا گل داداش، اصلا آب خوردن لباسم با شما بازی کردن، آب خوردن. بله نیمه اول 0-0 به نفع لوئیس سوارز، به نفع لوئیس سوارز. چرا هم گل زدن واسه گل؟ ببین من یه چیزی رو تو PS ۲۱ فهمیدم، اینو جدی میخوام بهتون بگم. زمانی که توپ دست یارتونه پشت نیمه زمین خودتونه، نمیتونه سانتر تو عمق بکشه واسهتون، یعنی L1 مثلث. حتما باید نیمه زمین رو بیاد جلو واسهتون، L1 مثلث بکشه اگه میخواین فرار بکنین. جدی میگم، امتحان بکن، اگه جواب نداد سومید لوئیس سوارز چقدر زیبا انجام داد. بعد پاس بدم به خودش که بعد پاس دادن سوارز، ولی توپو گرفت و میزنه یه دروازه. خوش موشو برم لوئیس سوارز، بابا 2 تا گل، یه پاس گل، 4 تا پوکر. هستن تیم پوکر میکنه، تیم گرمیو پوکر کرد. دقیقاً اسمش گرمیو ها، چون من تلفظش رو دادم نمیدونستم، ولی گرمیو. تمام، اولین بازی رو سوپر استار سوارز 2 تا گل، یه پاس گل، جام حذفی بودش. او میام پاس کوپا 2 برزیل دور دوم تا الان. ببین دور دوم همین بازی برگشت، من نمیدونم چرا جام حذف اینا رفت و برگشت. آه داره دیگه، راست می داره. این بازی رو رد میکنم ببینم که اگر خودشون بازی بکنن چیکار میکنن.
تمام 6-2. فعلاً بهتون میگم توی واقعیت الان لوئیس سوارز با همین تیم دوم جدوله. ما ببینیم چندم میشیم. خیلی خب آقا با یه تیم بازی داریم. ما الان صدریم. اوکی. بازی رو خوش میذاره بازی کردم. ما صدریم. اما صدر چیه؟ بعد تو با تیم بازی داریم که این تیم هفتم جدوله و 7 امتیاز داره. اگر ببره حتی میتونه بیاد جای ما. پس ما این عمل رو نمیدونیم. لوئیس سوارز در ترکیب فیکس قرار داره. اولین بازی لیگ که میخوام انجام بدم دوباره متأسفانه باز آبی پوشه. کلا رنگ دیگه جز لیموی و آبی نداری. همه فقط لیموی آره. وایسا وایسا سوارز خان وایسا ببین مد میگم چیکار کنیم. یه ریتیر دو آو بیا 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 بزن بابا. اولا آقا من 2 ساعت دستم بالا بود بعد دوباره کشتی رو سر یکی دیگه به من نکش. خب چه عادت مسخره ای شما پیدا کردین. لوئیس سوارز استاپ کرد توپو نگه داشته. لوئیس سوارز یه دور میزنه قشنگم دور زد و حالا شوتش. لوئیس سوارز پاس رو به داخل بعد بزنن گلش کنن. چه جوری میشه ما 4 تا شوت زدیم یه دونهش گل نشد. هیچ اوس گل هاش تو سرتو. آه با یه تیم بازی داریم که این تیمه ساعت 8 شب تو ورزشگاهش بازی داریم. دوم 12 امتیازی ما 10 امتیازی این بتونیم ببریم خیلی خوب میشه. بازیکناش مال نیستن بابا ترکیبش مثل ماه. آه روماریو مجسمه چی چیکار میکرد؟ استادیوم که یعنی روماریو توش بازی میکرده؟ بذار بازی چی رو بشه. لوئیس سوارز نوک قرار داره و همچنان ببینی استقامت بالا. او سر لوئیس سوارز میخوام استوبش کنی یا میتونی استوب لوئیس سوارز از همونجا شوت. ای وای استوب ده لوئیس سوارز استوبش میکنه برمیگرده سوارز همون کات دور بر اون پدر دروازه‌بان صلوات. داداش خطا پنالتی آفرین. ببین اونور زدم که گرفتش میخوام اینور بزنم. یه دفعه پیش همیشه اونور زدم و گرفتش یا علی تیرک میرک نخوره گلشه. گل داد رو خلاصه. همین مطمئن میدونه کجا بزنه پنالتی و میدونه شادی گل زیبای خودش رو انجام میده. پاسکوری تکسر به سوارز خودش حرکت کرده در عمق رفته سوارز. بابا منوال نزن. من چی از اون زمانی که ما رکورد زلاتان رو زدیم برگردون من 3 ساعت منوال زدم همینجوری رو دستم مونده. آفرین 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 برو 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 ماشاءالله بیرون پا داخل با چپ راست میزنه این بازیکن. تمام شد رفع کردیم اصلا پنالتی داره میزنه بهش بگی فقط پنالتی زن. آره پاس تک ضربه لوئیس سوارز خود سوارز حرکت میکنه لب خط بعد پاس بدم بهش دارم میرم پدر سوت. اگه میخواد سوت بزنه سوتر مینالیدی. این شماره 7 رو میبینم یاد کانته میافتم. پاس به گوشه لوئیس سوارز اینجا هست میتونم بهش پاس بدن. لوئیس سوارز حرکت میکنه خودش میتونن پاس بدن به سوارز. پاس به لوئیس سوارز نمیرسه متاسفانه اما خودش توپو میگیره شوت. هوش 120 هتریک. سوارز میاره عقب همونجا توپو نگه داشته یه سر توپ میزنه یه پا عوض میخواد بکنه. آهان یه نشون و شوت. حال کردی سوپر کنسلشن حال کردی بردیم و شارژ این تمام شد. من بله آقای گل هتریک 8.5 برگشتیم. با سلام و درودی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با یک نجات زیبا که به نظرم اگر بخوام از لحاظ خودم از نظر خودم بگم این نجاتو از همه نجاتو بیشتر دوست دارم. آخ رگ به رگ شده پای لوئیس سوارز دروازه کرد کرده بود مجبور شده. چقدر نیستیم حدودا در می خود چندین وقت نیستیم. خیلی خوب آقا رسیدیم به نیم فصل. تا الان تیم ما صدر جدول با یک امتیاز فاصله اما لوئیس سوارز متاسفانه دوباره افت کرد اوورالش و شده 82. میتونم تو همین تیم لگرش دارم قهرمانش میکنم 100% به خاطر گلایی که زده توی بازیاش. یعنی چقدر گل داده؟ 20 گل داده 2 تا پاس گل داده توی 17 تا بازی 20 گل 2 تا پاس گل رو هم دیگه 22 تا 5 تا از تعداد بازیاش بیشتر. اما بمونه توی این تیم 100% بهترین بازیکن برزیل میشه. آقای گلم میشه اما فایده ای واسه نداره. فایده ای نداره داشتم. من واسه همین میخوام درخواست انتقال بدم توی نیم فصل به یک تیمی که الان وضعیت خوبی داشته باشه. آژاکس هم میتونم ببرمش ولی آژاکس فوروارد خوب داره زیاد داره. یعنی مثلا آژاکس تیم قویه ها. سوارز اگر بتونه نوک خودش رو ثابت بکنه تو برگرده توی تیم سابق خودش عالی میشه. اولین درخواست به آژاکس جواب 3 روز دیگر. آژاکس بازیکن خودش رو نگرفت متاسفانه. ای آدمای بیره
ببینم میگم اتلتیکو میتونم برش گردونم یا نه. ببین اگر بتونی به اتلتیکو برگردی خیلی خوب میشه، درخواست انتقال به اتلتیکو، چون اونجا اونم که نوکه 83 تو میتونی یه جور خودت بچپونی 82 قرارت. یه جوری میتونم بچپونم به تو اتلتیکو. اتلتیکو گرفتش. آقای سیمونه گفته 4 میلیون 600 برو، گزینه دیگه ای نداری برو. بله برو واسه مارفل. لوئیس سوارز وارد میشه بعد کنارو کچل با کود و شلوار و کروات وارد میشه و لوئیس سوارز با اون تاتوی زیبای روی گردنش علامت سر رو داره نشون میده. حد وارد میشه بعد میخواد بنچه و قرارداد رو امضا بکنه در تیم اتلتیکو مادرید برگشته. همون تیمی که لوئیس سوارز گذاشته بود روی نیمکت و بازیش نمیداد، الان دوباره برگشت کردن تو همون تیم. تو همون تیم برش گردوندم. میخوام ببینم که اگر من باشم به جای سوارز چیکار میتونم بکنم. قرارداد بستیم و خیلی خوب. لوئیس سوارز چی میگه؟ من فقط میخوام از همه کسانی که در این اتفاق شریک بودن تشکر کنم. من بعد امضای قرارداد اتلتیکو مادرید روی اپرو سر میکنم. اوکی این یه ماجرای جدید برای من امیدوارم بتونم جواب اعتمادتون رو بدم. چه شماره ای بهش دادی؟ شماره دلخواه؟ شماره 11؟ شماره 11 داده بهش ها؟ از همون اول نگفتم نشانه هایی داره میاد در این ویدیو. ایمان آورد یا نیاوردی؟ شماره 11 رو گرفته مهدی خان در ورزشگاه خودمون. میخوایم با اونا بازی بکنیم و ببینیم که لوئیس سوارز خوب تره یا لوکاکو. در ورزشگاه واندا متروپول اگر شما نگفته باشم لوئیس سوارز برگشته میشه سوفیا جونش. بله آقای کوتینیو این چرا شبیه کوتینیو این خالداشش؟ بابا زمینو مشاهده بکن. زمینو ببین فقط دارن چیکار میکنن واسه دو تیم. خوش اومدید. خوش اومدید ورزشگاه خانگی خودمونه. خوش اومدید لوئیس سوارز شماره 11 همین ویدیو. گفتم به شماره 11 پاس به لوئیس سوارز نمیرسه. آیا بهش میرسه؟ لوئیس سوارز خودش بیاد توپ گیری میکنه و پاس میدر زمینی و گل. گل آفساید. یا برو بابا بیا برو، اصلا به تو من پاس ندادم که. چرا گلش نکردی تو آخه؟ مثلا به چپ لوئیس سوارز حرکت کرده، پاس میدم به لوئیس سوارز. لوئیس سوارز حرکت خوبی انجام داده، شوت و توی دروز. اینه شماره 11 دقیقه 11. بیایم اینه شما 11 و 11 دقیقه 11 و 11 شماره 11 حرکت میکنه لوئیس سوارز. میتونه رابش راشه به نظر رفته سوارز واسه تک به تک شدن. شوت بعدیش یا حضرت عباس تمام. یک برخیش نیمه اول لوئیس سوارز اومده برای توپ گیری از بازیکنان حریف. شماره 2 یه حرکت بدن میذاره، میخواد جلوتر بیاره توپو. خطا نده بهش. خوب پنالتی. هیچی مسخره. آفرین. بدو آره کله با تو. پاس لوئیس سوارز رسید. لوئیس سوارز به سمت راست میرسه. چقدر عالی واسه این بازیکن. میتونم بهش پاس بدن و سوارز بزنه. وو. ببین همینجا وایسا. این شو اینو بکشه عقب، بکشه عقب. حالا استارت، حالا استارت، حالا استارت رو به جلو. حالا بزن هدو برون پدرت لعنت. تمام یکی بر هیچ به گل تک سوارز. ساعت 5 بعد از ظهر مقابل رئال مادرید بازی در ورزشگاه سانتیاگو برنابو. باخت گزینانی ساربی بین اتلتیکو مادرید و رئال مادرید در پیش رو هست. چه بازیکن چه مربی چه هوادار هیچ کس در دو تیم این روز نمیخواد طرف بازنده باشه. اوکی ما رئال مادرید نیستیم، تیمی هستیم که جمعیت رو به وجد میاریم. حالا برید بیرون و نشونشون بدید اتلتیکو مادرید و لوئیس سوارز و شماره 11 کیه. لوئیس سوارز نوکت و ترکیب چه خوب شده. آه جوردی آلبا رو خریده. آفرین بر تو، آفرین بر تو. هوای بارانی در سانتیاگو برنابا که هواداراشو سنگ تمام گذاشتن واسه رئال مادرید. قرار اتلتیکو مادرید دومین بازی فصلشو انجام بده و اولین فصل دیگه سوارز یعنی من خوام مادرید شروع بکنم. شماره 11 مهدی خان مقابل سوارز. حالا قرار گرفته ببینم مهدی خان فیک که اوشون باشه و داره واسه هوش مصنوعی بازی میکنه بهتره یا من. آفرین چه بازی بازی کنه. حالا جا فیلیکس تونه پاس بده به سوارز که ندادش. متاسفانه دوباره ندادم بده. ببین همیشه یکی مهره ننگ در تیم از الان یا فیلیکس هم. ناراحت نشین آقا، بالاخره بازی دیگه. چه ناراحت میشین، تعصب دارین رو بازی. حالا اینجا شوت کنه گل بشه خوبه. بپرین یوم عبل فصل. نیمه اول تمام شد 0-0. جب گرفتاری شدیم ما. بدید بریم. سانتر وینیسیوس باش کریم و گل. بابا ولمون کن داره بعد چیر تو دروازه ما رو بنزما. خدا بیورزه بیورزه خود بیورزه یعنی. آک تو سرا. واه واه بازی رو من میدان لیگ قهرمانان اروپا. مگه میشه این بازی نکنم اگر تو باشه؟ ما در رکیب اساسی فیکس در ورزشگاه سان سیرو متأسفانه با سویا 2-2 کردیم که الان گفته ما الان راضی نیستیم آقای جوردی آلبا، اما قطعا همیشه در حال بیجا باشیم. اوکی ساعت 9 شب در ورزشگاه میلان بازی داریم. لوئیس سوارز در رکیب فیکس و اتلتیکو هشتم. ای خاک. بله بله ورزشگاه سان سیرو میلان. واه واه دوباره بالاخره سبز پوشیده. واه واه شماره 11 لوئیس سوارز حرکت میکنه میره با تک به تک شدن. تک به تک به دروازه‌بان. حالا وقتش شیپشو بزنه. وو نگرفت چیپش.
خاک خاک. با دفاع چرا انقدر بد داره باز میشه؟ جو ابوالفضل بابا اوبلاک هم نداشتی تو دروازه این بازی. بابا اینا اصلا دارن با چنگ و دندون دفاع میکنن، ما چرا اینجوری داریم کار میکنیم؟ پا نگاه کن نگاه کن، زلاتان زد زرتی داشت گل میشد. برو سوارز سوارز جانم حتی برو گلش کن. بابا نمیشه، خوب گل نمیشه، چرا این گل نمیخوره؟ ها یه سف سف شدیم دیگه. آقا رسیدیم به نیم فصل، اتلتیکو درست سوم شده اون ور نکن، ولی از همه داره میبازه. آخه از این تیم پایینی و سوارز هم خیلی داره بد بازی میکنه اینجا. 26 تا بازی کرده 9 تا گل زده، آشغال اصلا این وقت بازی. برای همین من زودتر درخواست انتقال بدم برای تیم دیگه، اصلا نمیشه اینجوری. درخواست انتقال بده به بارسا ببینم چی میشه. بارسلونا سوارز رو گرفته 4,800,000 پیشنهاد داده، برو 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 به تیم قبلیت برگرد. دقیقاً میدونی دارم چه جوری پیش میرم؟ یه لحظه، سوارز اتلتیکو بود از اونجا رفت، برگشتیم اتلتیکو و قبلش بارسا بود، دوباره برگشتیم بارسا. سلام بر بارسلونا. بله سلام بر بارسلونا. برو واسه بستن قرارداد و کنفرانس مطبوعاتی چند تا حرف بزن و ببینم که با هم گچله بر اومدی. نه با تیشرت اومده، چون اینجا خونه خاله است، اینجا خونه خودشونه. و برگشت دوباره به اونجا ببینه که مسی هم دوباره میتونیم برگردونیم به اینجا، با اینکه سوارز اومده گرفت تماس تلفنی بگیریم بگیم آقای مسی خواه ما اومدیم شما هم برگرد، یا که نه فقط امیدوارم که لواندوفسکی رو بذاره بیرون، تو رو بذاره تو، چون جز این خیلی بد میشه. خب سلام لوئیس سوارز، من از اوقات فاجعه دادن دیگه هیجان زدم. اوکی، روی کارت های اولیه تا لوئیس سوارز تازه وارد اینه که اولین حضورش تو زمین خیلی زود اتفاق بیفته. آرزو دارم که پیراهن رو بپوشم وارد زمین بشه، من نمیتونم برای انجام دادنش صبر بکنم. اوکی، امروز سوارز ترکیب اصلیه، شماره 18 شده دادی بهش. نو هم نمیتونم از لوا بگیرم، آقای توره 11 رو بده بیاد اگر میخواد به جای آها. نگو لوا رو گذاشتی بیرون سوارز سو، ولی بعد ببینم چیکار میکنه لوئیس سوارز تو این بازی. واسهش قشنگ قشنگ گذاشته چه تست بکنه. لوئیس سوارز برگشته به میادین لیگ اسپانیا و خانه ابدیش یعنی بارسلونا. بعد بازی چون میشه شماره 18 اندفه وارد شده، وارد زمینی شده که قبلا خیلی گل زده بود باش. لوئیس سوارز که بعد بگیریمشون، پاس داده میشه و سانت برای لوئیس سوارز افسانه ای. ببینم چیکار میکنه لوئیس سوارز، سوپا گرفت و میره واسه گلزنی، کاتو میده وان برمیگرده خودش پاسشو میده، حرکت میکنه لوئیس سوارز، لب خر ابرو ننداخت سوارزو. سوارز سوپا نگار داشته میچرخه، شوتشو میزنه، ای خدا سوارز میخواد حرکت بکنه، پاس میدن به استاد، استاد بعد همونو پاس بده به سوارز، سوارز همونو گل نمیتونه بزنه، گل از هوشش، همش از هوشش، توی اولین بازی رسمی خودش واسه تیمه اسبقش گل میزنه، تیم اسبقش که شده الان تیم خودش. خود سوارز اضافه میشه واسه دفاع کردن، میارن روی پای اون بازیکنشون. سوارز همونجا میخواد توپ گیری بکنه به وسط، خطرناک اصلا. یک دقیقه تمام شد بازی، سوارز همینجوری داره میره تو رخکن، واسه شما میسته تمام. حالا دوم جدول به دست میاره این تیم قدر چغیر، قرار نیست شماره رو به شما بدن. برگم شما مرد که بیشور، نداد شماره رو آقا، نداد شماره رو، اشکال نداره، ولی من 111 رو میگیرم ازت، من 111 رو میگیرم، 11 باید داشته باشه در کل دیگه. خیلی خوب آقا، بازی جام حذفی، بازی رفت و با رئال باتیس یکیچ بردیم. اگر این بازی هم ببریم که بازی برگشته و رول زد ترکیب فیکسه لوارز سوارز، بابا سوارز در ترکیب فیکسه این بازی رو ببریم، رفتیم نیمه نهایی جام حذفی. برو بریم شماره 111 نگاه کن، رو پیرهنش زده این پایین هم زده شماره 111 سمت راست، میتونیم مشابه کنیم شماره لوئیس سوارز رو. اصلا کلا ما هر بازی میکنیم بعد شماره 111 رو اون بازیکن درج شده باشه یا 11. با استاد میکشن سانتو، سوارز هم به سمت داخل رفته، میتونه سانت بکنه رو سر لوئیس سوارز، سانتو کجا کشید و تو دروازه، ترجیح میده که حرکت بکنه دیانگ، بعد برسونه به خود لوئیس سوارز، سوارز حرکت میکنه توپو میگیره و از این چرا لیس خورد. یا عقب یا عقب سوارز، با این چقدر داره خوبه میزنه فران تورسه. نیمه اول یک برش نفه ما پاس به سوارز، همونو زد سوارز، بریم بریم فران تورس برو، همونو پاسش کن، همونو پاسش کن، این بر این بر این بر سوارز، این بر همین بر، برگرد برگرد سوارز بزن، سوارز بزن گل شدی بابا، این چرا گل نمیخوره؟
و تمام سود به مرحله بعدی. آقا بس چرا سوارز گل نزدی تو این بازی؟ خیلی خب، مرحله حذفی خوردیم به یوونتوس. اولی مرحله حذفی برتری متوالی ترشگن گفته تیم در حال حاضر عملکرد خوبی داره، واقعا احساس می‌کنم همه در یک جهت هستیم. لوئیس سوارز در ترکیب اصلی این بازی. من می‌خوام این بازی رو رد کنم، بازی برگشت رو خودم بازی می‌کنم. یک هیچ باختیم متأسفانه، بازی رفتو. بازی برگشت یوونتوس بارسلونا یک هیچ خوردیم باختیم. یه دونه عقبیم، سوارز در ترکیب فیکس خدا رو شوک در ترکیب اونا رافینیا رو آورده تو و استاد اوزی سمت چپ گاوی و پدری و تو دفاع هم اینایی که میبینید. سلام بر شما، سلام بر شما. اون داورم اومده شماره 111 سوارز، فقط ببینم چیکاره ای. خوبه آقا، ما کشیدیم ولی عقب جامی من نمیدونم چرا کشیدی عقب وقتی یه دونه خوردی. آخ آخ، موزا بگیره یکی. اوه بالفصل 0-0 بابا، بکش لو تیمو. از سوارز به استاد، خود استاد ببینم چیکار میکنی استاد. باک، چرا الان منو تعویض کردی؟ شبا کردی منو تعویض کردی، باختی. اوت، لیگم که عمرن قهرمان بشی. رئال رفته بالا 10 امتیاز ما فاصله داره. نکن تو خدا رئال 77 امتیاز و عمرن قهرمان بشیم. جام حذفی، هر کسی بتونه بازی مایورکا بارسلونا رو ببره میرسه به فینال فینال جام حذفی. خب آقا بازی اونات کردم، ما یکی زدیم اونور اتلتیکو بیلبائو 4-2 زده. ببین بازی برگشت. بازی برگشت سوارز در ترکیب اصلیه، ولی هر کسی این بازی رو ببره رفته فینال جام حذفی. پاس به استاد گرامی، استاد میتونه پاس بده. سوارز ای بزنش ببینم. سوارز تمام میکنه کارو. سوارز از همونجا شوت، خود سوارز حرکت داره میکنه، میتونه پاس بدم به لوئیس سوارز. میره بار دیگر تک به تک و شوت تمام. یک بر هیچ به نفع بارسلونا. یه گل زده بودیم رفت، الان دو بر هیچ. بزن سوارز گل بعدی. یه دروازه، یه دسته گفتم زدی تو اوت. بفرمایید خود سوارز تیر دو، سومین گل. یکش تمام، صعود فینال جام حذفی اسپانیا. بازی داریم دربی رئال بارسا، دربی که نه ال کلاسیکو. آره دیگه، لواندوفسکی کلاً گذاشته رو نیمکت، هم نیست لوا رو گذاشته بیرون اصلا تو بازی راش نده. حالا جدال لوئیس و کریم. بله، در باشگاه نیو کمپ بارسلونا مذاکره زیبا رو می‌بینید با عکس مسی. حالا بازی شروع می‌کنه لوئیس سوارز عزیز دل. ببینم که چیکار می‌کنه لوئیس سوارز در این بازی به خصوص. بازی رو باز می‌کنه لوئیس سوارز به سمت اون ور. حالا استاد رفته می‌تونه تو پاس استاپ بکنه و پاس بده سوارز. سوارز می‌زنه شوتو. سوت سموت ندانین تو ورزشگاه. برو آلابا چی با تمام. آقا قرمز داده بهش، زرد چی؟ چی شدم؟ مصوم اجباری شدم؟ نه خدا رو شد. بزنین گلش کنین لاغت دلمون نسوزه. بابا اینم که همه رو در آورد. برو سوارز تک به تک بدون آفساید. وای اچ تیر آسالی سوارز، حرکت بابا پاسو بده. بریم واسه فینال جام حذفی و ببینیم که فینال رو لاقل میتونیم ببره سوارز یا نه. فینال جام حذفی بین اتلتیکو بیلبائو و بارسلونا. لوئیس سوارز در رکیب اصلی فیکس، تو زمین اونا بازی داریم. رافینیا توه. ایول فران تورس خوبه، اونو ندار تو دم استادو ندار تو. تک فوروارد هم دارن اونا بازی میکنن. برو بریم. حالا بازی شروع میشه، هر کی این بازی رو ببره قهرمان جام حذفی شده. گل نشه لطفا از اینجا دیگه. وای با بده تو برم، چیکار داری میکنی؟ بگی بزنش تو گل ببینم. تمام، ماشاءالله لوئیس سوارز پاس گل زیباش نجات میده حالا بارسلونا رو. 4 دقیقه پیرم، 4 دقیقه وقت اضافه داده بودی؟ کارمون تمومه. واه برو ببینم میتونی بری یا نه. رفتی، آفرین بر تو، آفرین. نگر دار توپو، نده پاسو نگر دارین. ای 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 ای. تمام و برد لوئیس سوارز، رسیدن لوئیس سوارز به بارسلونا و بردن جام حذفی اسپانیا. خوشحال باشید و سوارز رو بالا بیاندازید، نه بوسکتسو. بله، چون الان سوارز داره دست میزنه و تشویق میکنه چون 111 این تیم که متأسفانه شما 11 رو تورن تورس بهش داد، اما سوارز پاس گل داد به تورس و باعث شد که این بازی رو قهرمان بشه. اگر پاس نمیدادن بهت نمیتونستی قهرمان بشی آقا. این بارسلونایی
بله حالا سوارز میاد ترشتگن که رفیق قدیمیشه بغل میکنه. چه خوشگل لباسشون، ببره بالا، ببره بالا کاپو، ببره بالا. سوارز کجاست؟ سوارز بله پشتش واسه دقیقاً سمت راست. بله مبارکتون باشه، مبارکتون باشه این کاپ توسط سو. اگه سوارز نبود نمیوردین جدی، اگر سوارز نبود کاپر رو نمیوردین. بدین خود سوارز، بدین دست سوارز. مو سوارز مشاهده میکنید. بله و لواندوفسکی که نیمکت نشین شده بود به خاطر اومدن لوئیس سوارز، که دقیقاً همین اومدنش باعث شد که این بازی رو ببرن. خوش اومد لوئیس سوارز، جام بر بالا واسه خودت، با افتخار خودت که این کارو کردی و با افتخار خودت که از گل خودت گذشتی واسه گل دادی. آفرین بر تو. اون برانشون فیلم بردار اسکول هستن، این برانشون. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر که دوست دارید نجات بقیه بازی کنم بدین، حتما بنویسید که چه بازی کنی باشه و کی بریم. اگه سابسکرایب کنید که فراموش نشه. فعلا تا ویدیوهای بعدی.